عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیز و گل، وقتتون بخیر باشه. اومدم راجع به این نکته مهم صحبت کنم. آقا من نمیفهمم شما رو. طرف میاد هر ساعتی که عشقش میکشه درس رو میخونه، مثلا یه ساعت 3 صبح بیدار میشه تا ساعت 2 شب درس میخونه. ببین این اشتباهه، خدایی اشتباهه. یه روز بیا به چیزی که من میگم گوش کن، یک روز تموم. ساعت 6 تا 10 صبح بچه ها اگر شب قبلش به اندازه کافی خوابیده باشی، یعنی ساعت 11 دیگه خوابیده باشی، ساعت 10:30 11 دیگه خوابیده باشی، حد اکثر 11 رو توی این تایم 6 تا 10 صبح هر درسی رو بخوای بخونی، خب یادت میمونه و درصد بازدهی به شدت بالاست. پیشنهاد اینه که درسای سخت رو بذاری اول که با انرژی زیاد تمومش کنی و بعد بری سراغ درسای دیگه که هم دوست داری هم به انرژی کمتری احتیاج داره. اینو امتحان کن. 10 تا 12 ظهر بچه ها، بچه ها توی این ساعت ببین حتی یادگیری مغز نسبت به ساعت 6 تا 10 صبح خیلی بیشتره. ساعت 6 تا 10 انرژیت به شدت بالاست، به شدت، یعنی تو هرچی بخونی و فعالیت کنی اصلا احساس خستگی نمی کنی که بگی آی سخت ولش کن. ساعت 10 تا 12 صبح در واقع بهترین یادگیری توی این تایم برای مغز اتفاق می افته که سراغ درسایی برو که بچه ها فکر می کنید که یه مقدار نقطه ضعف داری، یعنی بدت نمیاد، سختم نیست، فکر می کنی یکم نقطه ضعف داری توش و می تونی با تمرین بیشتر حلش کنی. اینجا دیگه دستت بازه. ساعت 12 تا 3 ظهر بچه توی این تایم 100% از ذهن شما به استراحت و خواب کوتاه مدت نیاز داره. ترجیحاً بهتر خوابی که میکنی بیشتر از 20 دقیقه نباشه و سعی کن حتما اون 20 دقیقه رو استراحت کنی، سراغ درس نری و نهار باید بخوری توی این تایم. بعد نهار خوردن نری مستقیم درس بخونی، 45 دقیقه تا 1 ساعت بعد از نهار خوردن باید درس بخونی و لطفاً قبل از درس خوندن 1 لیوان کامل آب بخور تا ذهنت بهتر کار بکنه. اوکی؟ این مورد رو گفتم بهتونا. بعد یه چیز کلی هم هست برای همه اینا که همه اینا رو میشوره میبره. حالا وایسید. ساعت 3 تا 6 عصر یا بعد از ظهر خودمون، اینجا دیگه قشنگ بعد از استراحته و مغزتون و ذهنتون بچه شارژ شده که بهترین زمان برای خوندن درس‌های تخصصیه. خب حالا الان بهتون میگم چرا گفتم 2 تا نکته وجود داره. ساعت 6 تا 9 شب بچه ها انرژیتون کم کم قاعدتا تموم میشه و توانایی خوندن مبحث‌های سخت کلن از بین میره که بهتره بری سراغ درسایی که دوستشون داری و خیلی ساده است. و 9 تا 12 شب هم اصلا به نظرم بهتره مطالعه نداشته باشی، یا اگر میخوای مطالعه کنی ترجیحاً یک مرور 1 ساعت 1.5 ساعته برای خودت بذار. حالا گوش کن، اینجا کل ویدیو رو تکمیل میکنه. اگه اینجا رو گوش نکنی اصلا جمع کن برو. حالا اگر اتاقت گرمه مثل اتاق من ساعت 9 صبح اینجا میشه جهنم، اتاق من میشه جهنم. اگر اتاقت گرمه همه اینا کنسل، چون هوا باید خنک باشه تا تو بازدهی ذهنت بره بالا. هوا گرم باشه بازدهی ذهنت میاد پایین و من خودم شخصا از گرما متنفرم، یعنی متنفرم، و الحمدلله که زمستون و هوای سرد داره میاد. من توی زمستون هوای سرد زمانی که بارون شدید میومد این لباسی که الان میبینی تنمه و پاییزی هستش رو پوشیده بودن، در حالی که بقیه دوستان کاپشن و 2-3 تا لباس گرم زیرش پوشیده بودن. من اصلا سردم نمیشه، خیلی احساس خوبی بهم دست میده و حتی تحقیقات هم ثابت کرده که کسایی که توی هوای سرد هستن بهتر میتونن درس بخونن. نه اینکه یخ بزنی، هوای خنک، ملایمم نه، به سمت خنک. و حتی گرما باعث میشه که کلا فعالیت ذهن داغون بشه. اینو گفتم بهتون بگم. مورد بعدی، تایم چرا اینجوری شد؟ تایم 4 تا 7 بعد از ظهر میشه گفت، یا آره دیگه 4 تا 7 تقریبا، زمانی که بارون میباره و شما پشت پنجره نشستی و ساعت 4، خب 4 تا 7 یا همون 3 تا 6
فوق‌العاده ترین تایم از لحاظ فرکانس طبیعته که شما میتونید توی اون تایم درس بخونی، بهترین تایم، بسترین تایم و پرفکت ترین تایمه که حتما حتما حرفم گوش کنید. هر موقع بارون بارید اون روز رو سعی کن بیشتر درس بخونی، چون انرژی زیادی از طبیعت داره به شما منتقل میشه و سعی کنید که حسش کنید. این به درس خوندنتون خیلی کمک میکنه. یا علی.